الو السلام عليكم ايه محسن كيفك إيه انا حسن من لبنان ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران أهلاً حبيبي كيفك؟ أهلاً وسهلاً فيك بإيران؟ لا ما اتفقنا هيك لازم تحكي معي فارسي من أول وصولي على إيران طيب سلام هاي شوماتشة هراس بإيران وشمال مدرسه اینجا مدرسه است آها مدرسه معلم شغل معلمی معلم شغل معلمی مادر محسن معلم است بله مادر من معلم است دبستان یعنی ابتداییه دبستان یعنی ابتداییه دبستان راهنمایی یعنی راه راهنمایی یعنی راه راهنمایی دبیرستان یعنی ثانویه ها دبیرستان یعنی ثانویه دبیرستان تا یلا نروح آرایشگاه هست آرایشگاه یعنی محل الحلقه آرایشگاه آرایشگری یعنی الحلقه آرایشگری آرایشگر یعنی الحلق آرایشگر بفرمایید خیلی ممنون مزاحم میشوید. بیمارستان اینجا بیمارستان است بیمارستان یعنی المستشفى ها بیمارستان بیمارستان پزشکی یعنی طب پزشکی پزشکی پزشک یعنی طبیب ها پزشک پزشک پرستار یعنی ممرض پرستار پرستار پدر محسن پزشک است نه پدر من پزشک نیست او پرستار است آها پدر محسن پزشک نیست او پرستار است ها نیست است مثل پرستار یعنی ممرد پزشک یعنی طبیب آها پرستار یعنی ممرد پزشک یعنی طبيب طيب يلا نروح يلا فروشگاه پوشاک فروشنده فروشندگی فروشگاه پوشاک فروشنده فروشندگی ببین روی شیشه نوشته است فروشگاه پوشاک چشمیران فروشگاه پوشاک چشمیران پوشاک مردانه کت و شلوار پیراهن پوشاک مردانه کت و شلوار پیراهن بفرمایید کت شلوار دامادی هم داریم بفرمایید انتخاب کنید شيش ميرانا خيلي ممنون انتخاب كنيد لباس دامادي يعني شو؟ انتخاب كنيد انتخاب كردن يعني الاختيار لباس دامادي يعني بدلة العريس لباس دامادي انتخاب كنيد شو ؟ ظاهر عجبك إنه قال لك عريس شو لك تصير عريس؟ لا اول شيء بتعلم فارسي بعض الامور الاخرى طيب مثل ما بدك يلا سلام 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 آقای ایرامنش آقای حسن الحاج من موسوی هستم به این کتاب فروشی خیلی خوش آمدید خانم موسوی خسته نباشید من از دیدن شما خیلی خوشحال شدم من حسن الهاج هستم من دوست و مهمان آقای ایرانمنش هستم من هم از دیدن شما خوشحال هستم من هم از دیدن شما خوشحال شدم بفرمایید من در خدمتتان هستم احكي. 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 ام ما ام کتاب آموزش زبان فارسی میخواهیم بله حتما. تشریف بیاورید اینجا. این قسمت مربوط به کتابهای زبان و ادبیات فارسی است و آن قسمت مربوط به ایران و ایرانشناسی است. ملاحظه کنید هر کتابی که مورد نظرتان باشد تقدیم میکنم. خیلی ممنون. پس فعلا با اجازه. خیلی ممنون. باعثه بکن هنیک. این کتاب مصور از اماکن تاریخی و مذهبی ایران است. کتاب مصور، کتاب بزرگ، کتاب کوچک، کتاب ایران، کتاب محسن کتابخانه کتاب فروشی فروشنده کتاب آفرین داری پیشرفت میکنی ببین اینجا اصفهان است اینجا اصفهان است اصفهان نصف جهان <applause> آفرین اصفهان نصف جهان یعنی نصف دنیا پس اینجا اصفهان است. بله. این عکس میدان نقش جهان اصفهان است. میدان نقش جهان اصفهان. میدان نقش جهان اصفهان. این عکس منار جنبان است. منار جنبان یعنی منارتن حد بعد. اذا بتهز واحده منون بتهز الثانيه شو حلو منار جنبان منار جنبان منار جنبان این عکس بازار وکیل شیراز است بازار وکیل شیراز اینجا حافظیه است حافظیه حافظیه آرامگاه حافظ شاعر بزرگ ایرانی آرامگاه آرامگاه یعنی مقبره ها. اینجا هم مزار سعدی شیرازی است مزار سعدی شاعر کتاب بوستان و گلستان و شاعر بزرگ ایرانی آرامگاه، مقبره و مزار مترادف هستند. آرامگاه، مزار و مقبره مترادف هستند. بله. اینجا توس است و مقبره فردوسی. اینجا توس است. مقبره فردوسی. شاعر پارسیگو. پارسیگو یعنی متکلم بالفارسیه. <تص> فردوسی شاعر پارسیگو این مسجد جامع تبریز است مسجد جامع تبریز اینجا تخت جمشید است تخت جمشید تخت جمشید این تصویر زیگورات چقازنبیل در خوزستان است زیگورات چوغا زنبیل در خوزستان زیگورات چوغا در خوزستان این هم حرم متحر امام رضا علیه السلام در مشهد هم. حرم متحر امام رضا علیه السلام انا رحت کزا مرغم مشهد انت رحت چی مشهد؟ بگو من چند بار به مشهد رفتم آیا تو هم به مشهد رفته ای؟ من چند بار به مشهد رفتم آیا تو هم به مشهد رفتی؟ بله من هم چندین بار رفتم تو به شیراز و اصفهان رفته ای؟ اه... نه بگو نه من به شیراز و اصفهان نرفتم البته باید فعل سفر کردن را به کار ببریم باید بگویی من به شیراز و اصفهان سفر کردم یا سفر نکردم سفر کردن من به شیراز و اصفهان سفر کرده هم. یا سفر نکرده هم. سفر کرده ام سفر کرده ای سفر کرده است سفر کرده ایم سفر كاردئيد سفر كاردئاند آفرين درسته تلعب هونيك <applause> شوف لنفي الأفعال في اللغة الفرسية نضيف حرف نون على أول الفعل مثلا رفتم تصبح نرفتم تصبح يعني ميشابات دِيدَامْ ميشابات نديدم نوشتم میشود ننوشتم اه، توانستم میشود نتوانستم شنیدم میشود نشنیدم بعد الافعال المرکبه لنفیها لازم نضیف نون على القسم الثانی من الفعل مثل بازی کردن که میشود بازی نکردن صحبت کردن که می شود صحبت نکردن آه. اه صحبت کردم می شود صحبت نکردم آیا تو کتاب خریدی؟ نه من کتاب نخریدی <applause> نه باید بگویی من کتاب نخریدم دائما مع تغییر دمیر مثل من بتغیر ماها الفعل ایضا طلع بالجدول جدول <تصفح> شوف هذا نموذج من خانه یا هر چیزی خریدم یعنی فکر تحط هیل تو کتاب خریدی یلا اولو من خانه خریدم من خانه خریدم تو کتاب خریدی تو کتاب خریدی او کیف خرید او کیف خرید ما صندلی خریدیم ما صندلی خریدیم شما خودکار خریدید شما خودکار خریدید آنها یا ایشان میز خریدند آنها یا ایشان میز خریدند و مثل ما قلت لك بس لازم نضيف نون على اول الفعل آها. مثلا من کتاب نخریدم تو کتاب نخریدی او کتاب نخرید ما صندلی نخریدیم شما خودکار نخریدید آنها میز نخریدند هيدا النموذج بيمشي على کل الافعال بله مثلا فعل داریم بیم حال؟ ايه <تصفح> <تصفح> انت كمان؟ كيف کیف تو طيب طيب من خانه دارم می شود من خانه ندارم تو کیف داری می شود تو کیف نداری او کفش دارد می شود او کفش ندارد ما خودکار داریم می شود ما خودکار نداریم شما خودرو دارید می شود شما خودرو ندارید ایشان یا آنها دفتر دارند می شود آنها يا إيشان دفتر ندارند كاملاً درسته. طيب. فينا نشوف؟ يك فولية جرافيكي؟ <applause> ولا تعلمتم نيه ولا السينمائية؟ طيب. منشوف مع بعض يك فولية جرافيكي <applause> نبدأ درس اليوم بالحديث عن الفعل المضارع وكما تعلمون أن الفعل المضارع مشترك في الفارسية والعربية وهناك نقطة أن الفعل المضارع في العربية يمكن أن يشمل الحال ويمكن أن يشمل المستقبل فعندما نقول علي يذهب اليوم يعني الآن ويمكن أن نقول يذهب علي غدا فنفس الأسلوب في الفارسية في الفارسية نقول علي امروز ميرابد فكلمة ميرابد وهذا الفعل يدل على أن هذا الفعل الفعل المضارع يدل على ما يجري الآن أو نقول علي فردا فهذا يدل على المستقبل هذه هي نقطة مشتركة بين العربية والفارسية وكما أشرنا سابقا أن الفعل المضارع يبدأ بكلمة مي على الفعل فيأتي في آخر الفعل الفاعل لكن في بداية الفعل حرف أو كلمة مي فكل فعل يبدأ بهذا الأسلوب نسميه الفعل المضارع فمثلا نصرف فعل الذهاب في الفارسي نقول رفتان نستخدم من هذا المصدر أفعال مضارعة نقول من ميرافام تو ميرافي او ميرافات ما ميرافيم شما ميرافيد فصرفنا الفعل المضارع مع كلمة مي في بداية هذه الكلمات والنقطة الثانية ففي الفارسية يمكن أن نستخدم فعل المضارع بدون أن نضيف إليه كلمة أخرى ويمكن للمستقبل أن نضيف إليه كلمة خاهات أو مي خاهات مثلا نقول من فردا بدون دانشگاه خاهم رفت أنا سأذهب إلى الجامعة غدا أنا سأذهب إلى الجامعة غدا فسين من حروف الاستقبال في العربية يدل على كلمة خاهم مي خاهم خاهد هذا الفعل في الفارسية يدل على المستقبل فإذا كونا الجملة من كلمتين يعني من مي أو خاهد مي خاهم مي خاهاد. ونأتي بعده الفعل فهذا يدل على المضارع الذي يشمل الزمن المستقبل فنستخدم من هذا الأسلوب جملا فيما بعد نبدأ بالحديث عن الفعل المضارع كما أشرنا في الجزء السابق والآن نريد أن نصرف هذا الفعل بالمشاركة مع الأمثال التي أنتم تقدمونها في هذا الجزء من الدرس فمثلا نطلب من فادي ان يذكر لنا جملا مع الفيل المضارع هذا الفيل نشتق منه نشتق من المصدر رفتا فعلى سبيل المثال نلاحظ هذه الجمله بالعربيه ففادي يذكر المعادل بالفارسيه هو يذهب او ميرا نعم صحيح او هي تذهب او نعم صحيح او ميراباند كما نعرف ان كلمه او ما يعادل المذكر والمؤنث في هذه الجمله لا فرق بين المذكر والمؤنث في الفارسيه فنطلب من ناديه ان تذكري لنا جملا للجمع من هذا الفعل أنها نعم صحيح انها ميرافند فما معنى هذه الجمله نحن نذهب ما ب لا مي رابيم ما مي نعم صحيح ما مي فهذه الافعال كما تلاحظون يلخص في ميزتين او يمكن ان نلاحظ فيها ميزتين الميزه الاولى انها تطابق مع الضمير الذي يستخدم في بدايه الجمله فاذا نقول او فلا بد ان ناتي بالفعل المفرد واذا استخدمنا في بدايه الجمله ما فلا بد ان نستخدم بشكل الجمع فكما علمنا سابقا ان هناك من تو او ما شما إيشان هي الضمائر التي تستخدم في الجمل إما في بداية الجملة أما في وسط الجملة لكن المهم لابد أن يكون مطابقة بين الفعل وبين هذا الضمير فالجمل البسيطة في الفارسية التي فيها فعل مضارع وفيها ضمائر علينا أن نرى جانب المطابقة فنقول أو هو يذهب وإما للمؤنث هي تذهب وميرافات وإذا أردنا أن نقول هؤلاء يذهبون نقول أنها ميرافاند فكلمة ميروند هذا هذا الفعل يدل على الجمع ويطابق مع كلمة أنها وكما للجمع للمتكلم نقول نحن نذهب ما ميرافيم فهذه العلامات التي تأتي في آخر الأفعال مثل دال مثل يا مثل ميم ميراذاد ميراذي ميراذام وكذلك هذه الكلمات ايم ايد نون والدال نقول ميراويم ميراويم ميراذيد ميراذاند فهذه العلامات في اخر الكلمات تتطابق مع ما ياتي في بدايه الجمله من الضمائر